چهاردهمین روز شهریور ماه برابر با 5 سپتامبر سال 1284 خورشیدی برابر با 1905 میلادی، امضای معاهده پورتسموت و پایان جنگ بین روسیه و ژاپن. همزمان با تعرض روسیه به خاک چین، ژاپن هم برای توسعه مرزهایش به این کشور حمله ور شد، اما هر دو کشور بر سر مناطق شبه جزیره کره و سرزمین منچوری با هم اختلاف پیدا کرده و نیروهای ژاپن بدون اعلان جنگ و به طور غافلگیرانه ناوگان روسی را در بندر پرت آرتور که در اجاره روس ها بود مورد حمله قرار دادند و به دنبال آن در مناطق متصرفه روسیه در منچوری نیرو پیاده کردند. طی این نبرد قوای روسیه متحمل شکست های پی در پی شدند و به دنبال این شکست ها دولت روسیه که توان ادامه جنگ را نداشت سرانجام با میانجیگری آمریکا قرارداد صلح پورتسموت را با ژاپن امضا کرد. به موجب این قرارداد نیمه جنوبی جزیره ساخالین و بندر پرت آرتور در شرق روسیه و نیز شبه جزیره کره تحت الحمایه ژاپن شد. سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، درگذشت شارل پگی، نویسنده و ادیب فرانسوی که در جوانی وارد نظام شد اما پس از چندی آن را رها کرد و پس از ورود به دانشسرای عالی پاریس از پایان این دوره نیز صرف نظر کرد. پگی از آن پس به نویسندگی روی آورد و نشریه دفترهای دو هفتگی را بنیان گذارد که انتشار آن تا زمان مرگش ادامه یافت. پگی برای ادراک عمق و عظمت عالم انسانی و عالم هنر هم با اشارات و کنایات سمبولیسم و نمادگرایی مخالف است و هم با صراحت ناتورالیسم که در آن بیشتر به تقلید دقیق و مو به موی طبیعت پرداخته می شود. مذهب پگی نوعی مذهب شاعرانه بود بدون قید و مستقل از هر نوع قانون خشک مذهبی. شارل پگی هرچند از جانب بسیاری از نویسندگان بزرگ عصر خود تحقیر می شد و انتقاد او به کلیسا مورد هجوم واقع می گردید، اما بعدها پیشرو گروهی از نسل جوان گشت و آثارش از مهمترین آثار در طول نیمه اول قرن 20 میلادی به شمار می رود. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، در گذشت مادر ترزا، بانوی خدمتگزار بشریت. اگنس گوگ بژازین، معروف به مادر ترزا که به خاطر اعمال انسانیش در تمام دنیا مشهور است، در یوگسلاوی دیده به جهان گشود و دوران کودکیش را در صومعه‌ای به پایان رساند و در 18 سالگی به همراه یک گروه مذهبی به هند اعزام شد. ترزا پس از 19 سال تبلیغ مذهبی در نقاط مختلف هند تصمیم به خدمت دائمی به محرومان گرفت، از این رو در هندوستان اقامت گزید. مادر ترزا با تأیید و حمایت مهاتما گاندی رهبر هند و جواهر لال نهرو نخست وزیر این کشور، مؤسسه خیریه‌ای به نام بنیاد خیریه مبلغین در کلکته تأسیس کرد و با دریافت کمک‌های مردمی امدادهای خود را در سراسر هند وسعت داد. مادر ترزا در طول سالیان فعالیت خود بیش از 350 مؤسسه خیریه را در نقاط مختلف جهان تأسیس کرد که بیشتر آنها به خدمت درمانی اشتغال داشتند.